پس از, از حمله خلافت راشدین به ایران و اشغال نواحی گوناگون، دلاورمردان میهن پرستی چون بابک خورمدین، مازیار، یعقوب لیس سفاری و دیگر سرداران نامی این مرز و بوم با همیاری و کمک مردم در خطه ای از ایران بزرگ به جنگ با این افراد برخواستند تا از زیر یوغ بندگی خارج شوند. دوستان سلام من آرمان هستم به دیپ پادکست خوش اومدید در توضیحات من لینک زندگی بابک خورمدین رو خدمتتون گذاشتم اگر فرصت کردید یه سر به اون ویدیو بزنید چون قیام مازیار در ادامه قیام بابک خورمدین اتفاق میفته و کلا ادامه قیام سرخ جامگانه شاید خیلی از سوالات توی این ویدیو به ذهنتون برسه و جواب این سوالات رو در ویدیوی بابک خورمدین بتونید پیدا کنید فرصت کردید یه سر میتونید به اون ویدیو بزنید و اطلاعات کاملتر رو در اونجا پیدا کنید یه سریش را ما باز در این ویدیو تکرار خواهیم کرد قبل تر دیدیم که افشین، بابک خورمدین و مازیار سه دوست صمیمی بودند و یک مثلث خطر تشکیل دادن مسلسی که هدف اون مبارزه با حکومت خلفای عباسی بود هدف اصلی در واقع این بود که خلافت عباسیان رو کلا بزنن کنار و این خلافت کلا از بین بره یا حداقل خلفای عباسی دیگه در آب و خاک ایران هیچ گونه قدرتی نداشته باشند اما رفته رفته شرایط یک مقدار عوض شد قیام بابک خورمدین در آذربایجان آغاز کرد قیامی به اسم سرخ جامگان به موفقیت های خیلی خوبی هم تونست دست پیدا کنه همینطور داشت پیشروی میکرد و خلفای عباسی و نیروهاشون هیچ رقم نمیتونستن از پس نیروهای بابک خورمدین بر بیان بابک خورمدین میرفت تا پیروزی خودش رو جشن بگیره اما در نهایت دوچار خیانت شد خیانت چه کسی؟ افشین رفیق صمیمی خودش خلیفه المعتصم عباسی با استفاده از افشین بابک رو فریب داد بابک هم فریب افشین رو خورد چون به افشین اعتماد داشت در نهایت بابک به دام افتاد بابک رو دستگیر کردن و اون رو بردن نزد خلیفه عباسی و در همونجا هم بابک رو به فجیع ترین شکل ممکن اعدام کردند خلیفه المعتصم یک نفس راحتی کشید و فکر کرد که دیگه این قیام از بین رفته و کل اون نواحی زیر پرچم قدرت خودش قرار دارند اما به فاصله کوتاهی بعد دوباره یک قیام دیگه ای شکل گرفت قیامی در تبرستان در شمال ایران رهبر قیام چه کسی بود مازیار مازیار دوست صمیمی بابک خورمدین بود و این بار مازیار دو هدف داشت یکیش نابودی حکومت خلفای عباسی و دومیش انت انتقام بود انتقام دوست صمیمیش بابک خرمدین از روزگار خسرو انوشیروان یکم پسر قباد حکومت تبرستان به دست خاندان کارن سپرده شد کارن تو سال 565 میلادی به سپه بودی تبرستان انتخاب شد بعدها هم این حکومت و این حاکمیت در تبرستان بین نسل های مختلف همینطور جابجا جا می شد و خاندان کارن حاکم اون منطقه بودند اما باز به عقبتر برگردیم قبل از ساسانیان همچنان این خاندان خاندان سوخرا که می شد پدر کارن حاکمین تبرستان بودند یا نفوذ گستردهی در اون مناطق داشتند و نسل به نسل از بزرگان تبرستان و عوامل نفوذ در اون منطقه به حساب می اومدن. به همین دلیل به سلسله حاکمیت این افراد در تبرستان کارنوندیان گفته میشد که همه از اعضای یک خانواده بودند اصالتشون برمیگشت به پارسیان اصیل ایران و آریایی تبار بودند کارن هم باز فرزندانش نسلهای بعدش همچنان حاکمان تبرستان بودند تا زمانی که میرسیم به فردی به اسم قارن که قارن هم در واقع همون کارنه که میشه پدر مازیار قارن از دنیا میره و حاکمیت تبرستان، میرسه به مازیار در دوران چه کسی در دوران خلافت عباسیان اما دوران حاکمیت مازیار یک مقدار شرایط تفاوت داشت حکومتی در اون اطراف بود به اسم باوندیان فردی به اسم شهریار یازدهمین حاکم باوندیان بود و میشد فرزند شروین شهریار یک قوایی تشکیل میده و به سمت تبرستان و مناطق و نواحی تحت سلطه مازیار حمله میکنه جنگی بین مازیار و شهریار میگیره و مازیار شکست میخوره و ناچار میشه منطقه رو ترک کنه. البته همون حوالی حضور داشت. رفت پیش یکی از اقوام خودش، فردی به اسم ونداد امید که از اقوام پدریش بود. میخواست از ونداد امید کمک بگیره و یک نیروی تشکیل بده، دوباره تبرستان رو در اختیار خودش بگیره. اما ونداد امید از دوستان شهریار بود. در واقع این خیانتی بود که خود ونداد امید انجام داده بود. شهریار و ونداد امید میخواستن مازیار رو از اون من تاقی دور کنن. ونداد امید یک پیکی میفرسته برای شهریار میگه من مازیار رو اینجا نگه میدارم و تو نیروهات رو بفرست اینجا و مازیار رو دستگیر کن و به قائله کارنوندیان در تبرستان خاتمه بده. و اینها بعد از این همه سال کلا دیگه تو نواحی قدرتی نداشته باشن. این رو هم بگیم که کارنوندیان یعنی مازیار و خاندانش افراد نه تنها پرنفوذی بودن که افراد محبوبی در تبرستان بودن و مردمان اون نواحی این افراد رو خیلی دوست داشتن. قبل از اینکه شهریار بتونه نیروهای خودش رو برای دستگیری مازیار بفرسته مازیار شستش با خبر میشه و به هر و زوری که بود از اون منطقه خارج میشه و تبرستان رو ترک میکنه از راه کوهستان و صحرا خودش رو به عراق میرسونه در اونجا یکی از دوستان پدرش بود فردی به اسم عبدالله ابن سعید هرشی گفت میرم پیش این فرد و این فرد مطمئنا کمکم میکنه که این طور هم شد عبدالله ابن هرشی هوای مازیار رو داشت گفت یک مجلسی تدارک میبینم که بتونی با خلیفه معمون عباسی ملاقات کنی و مشکلاتت رو بگو و شاید که دوباره بتونیم قدرت رو در تبرستان به دست تو برگردونیم عبدالله ابن هرشی شرایطی رو فراهم میکنه که مازیار با خلیفه معمون ملاقات کنه از طرفی دیگه در دستگاه خلافت عباسیان یک ستاره شناسی بود به اسم بزیست که خلیفه المامون خیلی بهش ایمان داشت و میگفت هر چیزی که این بگه درسته بزیست هم اومد این وسط یه کمکی کرد رفت پیش خلیفه معمون و گفت من آسمان ها رو دیدم ستارگان رو رسد کردم طالع مازیار برای حکومت تبرستان طالع خوب و پسندیده اگر میشه مازیار رو دوباره به یک قدرتی در تبرستان برسون خلیفه معمون به این پیشنهادها جواب مثبت میده و تصمیم میگیره دو نفر رو راهی تبرستان کنه یکی مازیار و اون یکی فردی به اسم موسبن عمر ابن اعلا میگه شما به تبرستان برید و نامزد حاکمیت تبرستان بشید اما تا زمانی که آبها از آسیا بیفته حاکمیت کوه ستانها و دماوند رو به مازیار داد و حاکمیت دشت ها و هامون رو داد به موسا که اون حوالی حضور داشته باشند و چندان دعوایی بر سر حاکمیت مناطق تبرستان شکل نگیره هنگامی که مازیار و موسا به مناطق تبرستان رسیدن با استقبال گرم مردم روبرو شدند و مردم زیر پرچم مازیار در اومدند مدتی بعد شهریار در تبرستان از دنیا رفت و حاکم تبرستان پسر بزرگتر شهریار شد فردی به اسم شاپور اما شاپور فرد کفایتی بود و مردم رو مورد آزار و اذیت قرار میداد همین باعث شد که مردم از شاپور به نمایندگان خلفای عباسی که در تبرستان بودند شکایت کنند همین شکایت هم برده شد پیش خلیفه معمون معمون هم چیکار کرد گفت خب ما مازیار رو که اونجا داریم و رابطه‌مون هم با مازیار خوبه به مازیار دستور داد که حمله کنه و بره و شاپور رو کلا بزنه کنار تبرستان رو در اختیار خودش بگیره مازیار هم با یک قوای نیرومندی رفت به جنگ با شاپور سپاهیان شاپور رو شکست داد و شاپور رو هم به سزای اعمالش رسوند بعد از مدت ها دوباره مازیار حاکم تبرستان شد چهار سال بعد هم موسا از دنیا رفت و اون نواهی دشت ها و هامون هم اومد زیر پرچم قدرت مازیار مازیار نواهی گستردهی رو در اختیار داشت و قوای نیرومندی رو هم توی مشت قدرت خودش داشت به اون چیزی که میخواست رسیده بود حرکت بعدی مازیار انتقام گرفتن از باوندیان بود که در طول این مدت بسیار هم مازیار و هم مردم تبرستان رو مورد آزار و اذیت قرار میدادند. برادران شاپور همچنان زنده بودند. یه نامه فرستاد براشون و گفت شما باید مالیات بدید. مالیات رو به کی باید بدید؟ باید به من بدید چون من حاکم کل تبرستان هستم. برادران شاپور چنین چیزی رو نمیتونستند تحمل کنند. چند سال قبل اونها این نواحی رو در اختیار داشتن و حالا باید خراج می‌دادن. اونها هم شکایت کردن شکایت رو بردن نزد خلیفه معمون خلیفه معمون احساس کرد که داره بهش خیانت میشه و یک ناحیه‌ای میخواد یک قدرت مستقل تشکیل بده بزیست همون ستاره شناس معروف رو فرستاد به تبرستان و گفت مازیار رو بسته باید به دارالخلافه بیاری دارالخلافه میشه همون پایتخت گفت بیارش به پایتخت و ما به سزای اعمالش برسونیم این فرد رو اما مازیار از این قضیه سر باز زد گفت من به دارالخلافه نمیام اما دو تا نماینده میفرستم قاضی آمل و قاضی رویان رو ره سپار سامرا کرد گفت اینها نمایندگان من هستند و پیغام من رو برای خلیفه خواهند خوند وقتی که این افراد به سامرا رسیدن خلیفه با عصبانیت پرسید داستان اون منطقه به چه صورته و چرا مازیار داره از فرمان ما سرپیچی میکنه قاضی رویان نامه مازیار رو برای خلیفه خوند او خلع اطاعت کرده است و به آین پیشین خود یعنی مزدکی بازگشته و هرگز بار دیگر به خواست خود به پای تخت نخواهد آمد. خلیف معمون در طول حکومت خودش هر کاری که کرد از پس مازیار بر نیومد تا زمانی که از دنیا رفت و خلافت عباسیان رسید به خلیفه المتسم بالله المتسم بالله یک شگرد دیگه ای رو به کار برد در اون دوران حاکم خراسان عبدالله ابن تاهر بود المتسم بالله یک کار دیگه ای کرد یه پیغامی فرستاد برای مازیار و گفت مالیات تبرستان رو مالیات این چند سال اخیر رو نمیخواد دیگه بفرستی سامرا به جاش مالیات رو بفرست نزد عبدالله ابن تاهر حاکم خراسان مالیات رو به خراسانی ها بده که اونها هم در واقع اصالتی ایرانی داشتن گفت به اونها مالیات بده اما مازیار هم با یک تیر دو نشون زد یه نامه فرستاد برای خلیفه المعتصم و گفت من مالیاتی به تاهریان نخواهم داد بلکه مالیات رو مستقیما روانه سامرا خواهم کرد و مالیات رو به شما خواهم داد در واقع اینها تنها نقشه بود مازیار قصد نداشت به هیچ کدوم از این دو طرف مالیاتی پرداخت کنه و میخواست با هر دو درگیر بشه درگیریش با تاهریان بیشتر بر سر مردم بود مردم خراسان به مازیار علاقه زیادی داشتن و مازیار در اون نواحی نفوذهایی داشت مازیار رو به عنوان سپه بود خراسان میشناختند نه عبدالله ابن تاهر رو همین قضیه باعث عصبانیت عبدالله ابن تاهر شد که چرا ما رو در این قضیه کلا وارد نمیکنه و نمیخواد به ما مالیات بده مدتی بعد هم کلا هیچ مالیاتی پرداخت نکرد قدم بعدی چی بود حمله به سمت قوای عباسیان که در تبرستان حضور داشتند به سمت اونها هم یورش برد و شکست های سنگینی بر قوای عباسی در تبرستان وارد کرد مازیار دیگه این رو فهمیده بود که دیگه وارد یک جنگ تمام ایار شده میدونست دیر یا زود خلفای عباسی با قوای بسیار نیرومندی به سمت تبرستان حرکت خواهند کرد بنابراین برج و باروهای محکم ساخت و دور تا دور تبرستان رو دیوارهای بلندی کشید و نیروهای خودش رو هم سر و سامون داد تا برای جنگ با خلفای عباسی آماده بشه مدت زمان کوتاهی گذشت و پیشبینی مازیار درست از آب در اومد. خلیفه المعتصم با یک قوای نیرومندی به جنگ با مازیار اومد. فرمانده این قوا فردی بود به اسم حسن ابن مسعب. رفتن به تبرستان و جنگ خونینی بین این افراد شکل گرفت خلفای عباسی در یک طرف نیروهای مازیار قوای تبرستان در طرف دیگه جنگ جنگ بسیار خونین و سختی بود مدتی مازیار پیروز می شد یه مدتی بعد خلفای عباسی پیش دوی می کردن. اما در نهایت مازیار شکست خورد. این شکست به دلیل نیروهای بیشتر خلفای عباسی نبود، بلکه به مازیار خیانت شد. خیانت چه کسی؟ خیانت کوهیار برادرش. برادرش بهش خیانت کرد و همین باعث شد که نیروهای مازیار شکست بخورند و خلفای عباسی تبرستان رو در اختیار خودشون بگیرن. اما کوهیار چیکار کرد؟ گفتیم که مازیار با تاهریان رابطه خوبی نداشت. یکی از حاکمین تاهریان فردی بود به اسم حسن بن حسین. این تاهریان هم کلا ایرانی تبار بودن فردی بود به اسم حسن ابن حسین کوهیار به مازیار گفت که حسن ابن حسین از تاهریان میخواد بیاد پیش تو و پناه بیاره بهت چون با خلفای عباسی به مشکل خورده چیزی که کاملا دروغ بود مازیار هم گفت باشه بحثی نیست کوهیار یه آدرسی رو داد به مازیار گفت تو فلان کوه و فلان دشت اونجا منتظر باش و حسن ابن حسین خودش رو به اونجا خواهد رسوند و تا میتونی بهش پناه بدی مازیار به اونجا رفت اما در اونجا با خلفای عباسی روبرو شد همه اینها در واقع یک نقشه بود نقشه که خود طاهریان هم ازش با خبر بودند قوای عباسیان مازیار رو دستگیر کردند و اون رو بردند به سامرا پیش خلیفه المعتصم بالله در مدتی که مازیار در زندان بود افشین به مازیار سر زد و به مازیار گفته بود که کمک میکنه تا از زندان آزاد بشه چون رابطه خوبی با خلفای عباسی برقرار کرده افشین پادشاه ایرانی منطقه رو سنه بود افشین همون فردی بود که به بابک خورمدین خیانت کرده بود و باعث شد که بابک خورمدین هم به دست خلفای عباسی بیفته در اینجا هم در واقع داشت به مازیار دروغ میگفت و هیچ کاری برای مازیار نکرد در واقع کوهیار یک بخش خیانت بود خیانت اصلی رو افشین به مازیار کرد در واقع افشین باعث شد که مازیار به جنگ با تاهریان بره و این دو به جون همدیگه انداخته بود هدف هم داشت از این قضیه افشین سودای خراسان بزرگ رو در سر داشت میخواست که به ملک خراسان دسترسی پیدا کنه به خاطر اهداف شخصی خودش بابک خرمدین رو از یک طرف زد کنار و بعد هم مازیار رو انداخت به جون تاهریان تا اگر مازیار بتونه بر تاهریان پیروز بشه یکی از مدعیان خراسان بزرگ بزرگ رو بزنه کنار و با خیال راحت خودش بشه حاکم خراسان بزرگ کلا به دنبال اهداف شخصی خودش بود سال 225 هجری قمری شکنجه مازیار هم آغاز شد درست به همون شکل و شباهتی که دو سال قبل دوستش بابک خرمدین رو شکنجه کرده بودند مازیار رو هم سوار یک فیلی یک شطوری کردند شهر به شهر میچرخوندند مردم به اونها سنگ پرتاب میکردند مورد تمسخر قرار میدادند و بعد هم به همون شیوه در دستگاه خلفای عباسی اعدام شد دست و پاش رو قطع کردند و بعد هم مازیار رو به دار آویختند اما بر سر افشین چه اومد که در طول زندگیش خیانتهای زیادی کرده بود و در حق خلفای عباسی هم خیلی خوش خدمتی میکرد افشین هم بعد از یک مدتی به دام خلیفه المعتصم بالله افتاد و افشین هم به دست این فرد به قتل رسید هیچ وقت افشین نتونست به ملک خراسان دست پیدا کنه دلیلش تاهریان بودند تاهریان دیدند که از قلعه بابک همینطور داره کاروانی پر از طلا و جواهر و قنیمت های جنگی رد میشه و به جای اینکه به سامرا برن دارن میرن به سمت منطقه اشروسنه همین قضیه رو به خلفای عباسی اطلاع دادن و خلیفه المتصم هم این قضیه رو یک خیانت دونست بنابراین افشین رو اوورد و افشین رو هم به سزای اعمال خودش رسوند با قتل افشین مازیار و بابک خرمدین به طور کلی قیام سرخ جامگان هم از بین رفت باید گفت که قیام مازیار در پایان به شکل یک انقلاب در اومد و مردم هم در این جنبش شرکت داشتند که سراسر تبرستان رو در گرفت. بعد از یک مدتی مردم به تمامی ماموران نیروهای عباسی که در تبرستان بودند شوریدند و اونها را از زمینهاشون بیرون کردند که چنین چیزی سابقه نداشت. حتی تعدادی از مامورین دستگاه عباسی با زنانی که در تبرستان بودند ازدواج کرده بودند. زنهایی که در اون منطقه بود بودند هم به این جنبش ملحق شدند و شوهرهای خودشون رو از خونه انداختن بیرون و یا حتی اونها رو به قتل رسوندن و کلا خلفای عباسی اون ناحیه رو شبیه به یک ناحیه قرمز میدیدند به هیچ عنوان جایگاه امنی برای این افراد نبود سیاست عباسیان هم در مقابله با این جنبش ها سیاست خیلی جالبی بود در واقع عباسیان به طور مستقیم چندان خودشون رو درگیر جنگ با این جنبش ها و این قیام ها نمی کردن. بلکه رهبران ایرانی و شاهزادگان ایرانی تبار رو انداخته بودن به جون همدیگه همین باعث می شد که یک حکومت یک پارچه شکل نگیره و نتونن این افراد ایرانی تبار یک جنبش یک پارچه شکل بدن و علیه خلاف خلافت عباسی قیام کنند. به عنوان نمونه بابک دین و افشین رو انداخته بودن به جون همدیگه درسته که افشین خیانت های زیادی میکرد اما هدف اصلی افشین در ابتدا براندازی خلافت عباسیان بود اما به جای اینکه با عباسیان پیکار کنه با بابک دین پیکار میکرد که هر دو ایرانی تبار بودند. از طرفی دیگه مازیار بود که افتاده بود به جون تاهریان تاهریان و تبرستان هم داشتن با همدیگه می و هر دوی اینها هم ایرانی تبار بودن همینها با اسم شد که حکومت عباسیان قدرت خودشون رو بیشتر کنند تر بشن و همینطور بتونن قلم رو به خودشون رو گسترش بدن در انتهای کار هم باز داستان افشین بود که افشین هم توسط تاهریان به دام خلفای عباسی افتاد بعد از فرو نشاندن این قیام ها خلفای عباسی قلم رو به خودشون رو گسترش دادن و حتی تونستن به یک امپراتوری دست پیدا کنن اما در سرزمین ایران همباره جنبش های شکل می گرفت هنگامی که یک جنبش رو می جنبش دیگری در ناحیه دیگه اتفاق می افتاد. و این داستان تا پایان این دوره همچنان ادامه داشت